عرض سلام داریم خدمت شما آقای رسول آذرنوش. شما از جمله شرکت کنندگان و دستاندرکاران نشست چهارم جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک بودید. ارزیابی و برآورد کلی شما از این نشست چهارم چی بوده؟ خب این نشست توی شرایط خاصی، هم از جهت وضعیتی که ایران الان داره و هم از جهت شرایطی که توی منطقه هست، به ویژه رشته انقلاباتی که الان منطقه رو فرا گرفته، به نظر من اهمیت خاصی داشت این گرد همایی چهارم ما. توی این گرد همایی یه قطعنامه در رابطه با بحران هسته‌ای ایران تصویب شد، یه قطعنامه درباره اوضاع سیاسی ایران تصویب شد. خب ما یه جریان دموکراتیک هستیم، طبیعتاً اختلاف نظرات و نظرات متفاوت توی ما وجود داشت، ولی این گرد همایی موفق شد که سنتز قابل قبولی برای همه تقریباً ارائه بده و به نظر من این گرد همایی چهارم به طور نسبی از موفقیت برخوردار بود. چه موضوعات مهم و اساسی توی این نشست چهارم مطرح شدن؟ توی این نشست چهارم در واقع بحثایی که وجود داشت دو جنبه داشت، یه جنبه سیاسی بود و یه جنبه دیگه هم کار سازماندهی و کار میلیتانی میدانی در واقع فعالین جنبش جمهوری خواهان دموکرات لایک ایران. از لحاظ سیاسی ما دو تا قطعنامه همونطوری که عرض کردم تصویب کردیم. این دو تا قطعنامه از مهمترین مسائل سیاسی ایران صحبت میکنه، از بحران هسته‌ای ایران صحبت میکنه، یه قطعنامه‌اش از بحران هسته‌ای ایران صحبت میکنه و اینکه ما چه موازی در این رابطه داریم و از چه چیزایی حمایت میکنیم و چه چیزایی را نفی میکنیم. قطعنامه دوم در واقع به شرایط ایران برمیگرده، اوضاع احوالی که جنبش سبز پیدا کرد بعد از سرکوب‌هایی که صورت گرفت توسط رژیم جمهوری اسلامی و همینطور از رشته انقلاباتی که الان توی منطقه جریان داره و تأثیراتی که این انقلابات در اوضاع ایران میتونه داشته باشه. از نظر شما نقاط قوت این نشست در مقایسه با نشست‌های سابق و احیانا نقاط ضعف نسبت به اون نشست‌ها چی بودن؟ من احساسم این هست این نشست تقریبا در نزدیک داره میشه به پایان خودش. احساس من این است که در مجموع نشست موفقی داشتیم، حتی به نسبت نشست های گذشته این نشست از موفقیت بیشتری برخوردار بود. خب این نقطه قوتش بود. نقطه ضعفش هم خب بعضاً بحث های داخلی گاهن به درجه ای از اختلافات می رسید که به نظر می رسید که شاید ما نتونیم قطعنامه ای را تصویب بکنیم به یا نتونیم اون شورای هماهنگی را که باید انتخاب میکردیم برای هدایت این جریان به نتیجه برسونیم، ولی خوشبختانه با تعاملی که وجود داشت و با آگاهی که وجود داشت نسبت به نقش این جنبش توی عرصه داخلی به ویژه، تونستیم به طور نسبی این اختلاف نظرها رو پشت سر بگذاریم و نقاط اشتراک رو در واقع از توی این اختلافات بیرون بیاریم و بیشتر تاکیدمون روی این نقاط اشتراک و اینکه این جنبش بتونه به حیات پیشرونده خودش ادامه بده تاکید بکنیم. از نظر شما چشمانداز آتی فعالیت این جنبش چگونه خواهد بود بعد از این نشست چهارم؟ به نظر من خب با همین الان از لحاظ استقبالی که شد از این جنبش به نظرم خوب بود، یعنی به نسبت نشستهایی که در گذشته داشتیم به نظر من این نشست از موفقیت نسبی و خوبی برخوردار بود. این خب از یه جهت به این دلیل بوده که شرایط عینی موجود در
سطح داخلی و در سطح بین المللی به نفع ایده هایی بوده که جنبش جمهوری خانه دموکرات لایک مرتب تبلیغش را میکرد. انقلاباتی که توی مصر و همینطور تونس صورت گرفت در واقع نشون داد که واقعا مردم با مقاومت و با نافرمانی مدنی و با تحمل تمام دشواری هایی که داره میتونه در واقع دیکتاتوریا رو به زانو در بیاره و اونا رو وادار به عقب نشینی بکنه. اینا ایده هایی بوده که ما از همون ابتدای حرکت جنبش جمهوریخانه دموکرات لایک بهش تاکید داشتیم. ما تاکید داشتیم که نباید نگاه مردم به بالا باشه، نباید فکر بکنن که واقعا از این انتخابات هایی که جمهوری اسلامی برگزار میکنه انتظارات خاصی داشته باشن برای تغییراتی که مطلوبشون هست توی جامعه. این حرکت ها در مجموع نشون داد که اون ایده هایی که ما ازش دفاع میکردیم بیش از پیش راه خودش داره توی مردم الان توی منطقه و به نظر من در آینده نه چندان دور در ایران هموار خواهد. آقای آذرنوش، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین از شما بسیار سپاسگزاریم. منم متشکرم از شما، خیلی ممنون.